دف نون واو رو شروع میکنیم از نون ه عمود بیت خط پنجم پهن. اقمسا و برقمسا خروب یروشلعیم، به خاطر قمسا و برقمسا یروشلعیم خراب شد. دهو گورا در رحمه قمسا، یه شخصی که دوستش قمسا بوده او با الدبابه برقمسا و دشمن بوده با پسر قمسا برقمسا. آود سعودتا میاد یه جشن میگیره، عمل لشم به خدمتکارش میگه زیل ایتلی قمسا، برو بر من قمسا رو بیار دعوت کن. آزل ایتلی برقمسا، این شخص میره و اشتباهن برقمسا رو دعوت میکنه. آتا عشق خدهوه یاتیف، میاد صاحب سعودا میبینه که اینجا برقمسا نشسته، آمله بهش میگه میخته هاهو گورا با الدوا با ده هاهو گوراهو، این شخص دشمن این شخصه، یعنی تو دشمن منی. می با ایت هاخا، اینجا چیکار میکنی؟ قوم پوق، پاشو برو. آمله برقمسا میگه هویل و تای، حالا که اومدم شبغان بلم بکن. و یا هیو نالاخ دمی می ده آخیل نا به شاتینا، من پول هر چیزی که بخورم و بنوشم و میدم، منو خجالت نده. آمله لو، بهش میگه نه. آمله برقمسا میگه یا هیو نالاخ دمی پلگاد سعوداتخ، من پول نصف جشن عروسی تو میدم. آمله لو، میگه نه پاش برو. آمله یا هیو نالاخ دمی کولا سعوداتخ، میدونی اصلا من پول تموم جشن تو میدم، فقط خاری سر من نیار. آمله لو، صاحب سعودا میگه نه. نقطه به یاده، با دست میگیرتشو و اقمه و اپقه، میستونتشو میندازتش بیرون. آمر برقمسان میگه هو ایل و هویت و ربانان، از اونجایی که تو اون مجلس خخامیم هم نشسته بودن ولو ما خوبه و هیچ زدیتی هم نکردن، شممینا آقا نیخالهو، حتما مورد رضای اونها بوده. ازیل اخول بهو قرصا، برم و اونها رو لو بدم. تو پاسوق لو تلخ رخیل اونگلوس ترجمهش میکنه لا تخون قرصین، این لاشون هره در موردشون میرم میگم. بی ملکا، کجا؟ منزل پادشاه. آزل آمر لل قیصر، پا میشه بر قمسا میره به قیصر روم میگه ماردو باخ یهودائه، اسرائیلا بر ضد تو تمرد کردن. آمله میمر، قیصر میگه کی میگه؟ آمله بر قمسا میگه شادر له قربانه، یه قربانی بفرست. خزیت ای مقاربین له، ببین آیا این قربانیه رو مغریبش میکنن یا نه. آزل شادر به یاده اگلا تیلتا، قیصر هم توسط برقمسا یک گوساله، حالا یا شکم سوم یا یک سوم رشد کرده که بهترین بهترین هاست، سالم و خوب میده دست برقمسا. به حد دقائات در حینی که برقمسا داشته میابرده اینو یروشلعیم، شادابه مومایه ای بیدن این قربانیه ایجاد میکنه به نیو صفتیم، روی لب بالایی و امریلا، و بعضی میگن به دوقین شباعین، که حالا یا میشه سفیدی چشم یا پلک چشم. دوختا دل دیدان هو موما، در یک محلی که برای اسرائیل ها این موم حساب میشه، ولدیتو لا و مومهو، ولی برای غیر اسرائیل ها این موم حساب نمیشه. خط سوم میفهمید رشی لحقریب لگابوا به باما دیدهو الام خوسر ایور، فقط اگه یه قربانی عضویش کم باشه اینو گویم ها نمیتونن بالا میز ببرن، ولی مثلا یه لبش حالا یکم بریده شده یا چشمش یکم عیب داره، اون برای گویم ها عیب نیست. رافسخ کران از اینجا میاره میگه برای اسرائیل ها چی بخورن چی بگن چی ببینن این عیب حساب میشه، و دقت بکنن چی میخورن چی میگن چی نگاه میکنن، ولی گویما بخور بگو نگاه بکن برشون اونا عیب نیست. و این گوسالم که اینجا فرستاده میشه رمزیه که زمان خوربان رسیده به خاطر خطها اگل سابور ربانان لقاروه، خخامی فکر میکنن که خب این قربانی رو مقیبش بکنن، میشوم شلام ملخوت، نمیخوان با قیصر در بیافتن، تازه سکانت نفاشات هم هست.
عملهو ربی زخریا بن اوغول است. ربی زخریا بن اوغول است بهشون میگه یومرو بعلمومین قروین لگبه میزبیخ. ملت از این یاد میگیرن که حیبون عیبدار هم بالای میزبیخ اوورده میشه. صابور لمیقتله، گفتن خب میو میزنیم این برغمسا رو میکشیم. حبال هرگخا هشگمل هرگو، کسی که میخواد تو رو بکشه اول تو بزن اونو بکش. دلو لزید و لیما، که نره اینجا لومون بده به قیصر، بگه ما قربانیشو مغریب نکردیم. آمر لهو بهشون میگه ربی زخریا یومرو متیل موم به قداشیم یهارک. ملت میگن بله، کسی که بیاد عیب ایجاد بکنه در قدشیم مجازاتش مرگه، بنابراین این قربانی رو مغریب نمی کنیم. البته زخریا این رو سکنت نفاشد حساب نمی کرد. آمر ربی و خانان، می فهمد ربی و خانان انوتانوتو شل ربی زخریا بن اوغول است. هخریوا ات بتنو و صرفت خالنو و هگلینو مرسنو. طبق رشی انواتانوتو میشه سولانوتو. رشی خط چهارم پهن از بالا، شسا ولتزه ولو هراگو، صبور بودنش که این برغمسا رو نکشت موجب شد که این بیت میقداش خراب بشه، سوخته بشه هخال و ما از سرزمین بریم گالوت. خاتم سوفر میپرسه چرا گمان میگه انوتانوتو، باید بگه خسیدوتو. خسیدوت رب زخریا موجب این شد، میگه نه این فروتنیش بوده. چرا؟ تو بدین اول کوچیکتر صحبت میکنه، بعدن افراد بزرگتر که همه بتونن حرفشونو بزنن. رب زخریا گادولتر از همه بود، به خاطر فروتنی اومد اول صحبت کرد، کسی هم بر ضد حرفش با نشد حرف بزنه. فروتنیش که فکر کردین از همه کوچیکتره، موجب شد که چی؟ به تمیقداش خراب بشه. البته اینجا ربی یوحنان داره خوبی زخریا رو میگه، چون اگه این قربانی رو مغریب میکردن و به تمیقداش خراب نمیشد، هشم میومد خشمشو به جای که روی سنگ و چوب قرار بده میومد رو بنی اسرائیل قرار میداد که بدتر میبود. پس این فروتنی یا صبور بودن از رب زخریا موجب شد که به تمیقداش خراب بشه ولی اسرائیل ها باقی بمونن. شادر ایلاویهو لنیرون قیصر، میفرستن بر ضد یهودیا نیرون قیصر که بره یروشلیم رو خراب بکنه. کی قاعته وقتی میومده این نیرون قیصر، شادا گیرا لمیزراخ، یه تیر به سمت مشرق پرتاب میکنه، آتا نافل یروشلیم، میفته یروشلیم. لمعراب به سمت مغرب تیر پرتاب میکنه، آتا نافل یروشلیم، میفته یروشلیم. لعرب رو خود چامعیم به چار سمت آسمون، آتا نافل بیرشالعیم، میفته به یروشالعیم. و اون تیری هم که به سمت جنوب پرتاب میکنه به سمت یروشالعیم، به طور معجزه آسا تیر بیشتر میره تا معمول. آمرله لیونوغا، میادی به یه بچه میگه پسوقلی پسوقخ، پاسوقی که امروز یاد گرفتی رو به من بگو. میخواست بدونه که این که داره رضای هشم انجام میده یروشالیم رو خراب میکنه با خاطرش مزد میگیره یا نه. آمله بچه بهش پاسوق میگه و ناتتی ات نیقماتی به ادوم، من انتقامم از ادوم میگیرم. به ید امی اسرائیل، با خاطر قومم اسرائیل، یعنی کسی که بیاد به تمیقداشا خراب بکنه من انتقامم ازش میگیرم. آمر نین نیرون به خودش میگه قودشابری خوبایی لخروب بیته، هشم میخواد به تمیقداشش رو خراب بکنه. اوبایل کپور یاد به هو گبرا، میخواد دستش رو تمیز بکنه با اون شخص، با من. آرق و آزل و ایگیر فرار میکنه و میره اسرائیل میشه، گر میشه. و نافق مینه ربی میر، ازش ربی میر خارج میشه. شدر ایلاویهول اسپاسیانوس قیصر، میفرستن توسط اسپاسیانوس قیصر که بره و یروشالایم رو خراب بکنه. آتا سار آله تلت شنه، میاد برای 3 سال یروشالایم رو محاصره میکنه. هفو بهانی هو تلاتا عتیره، تو یروشالایم بودن 3 ثروتمند، نقدیمون بن گوریون که داستان مشهورش رو تو گماره تنیت داشتیم،
وقتی که اوله رگالیم آب لازم داشتن میره 12 تا چاه آب قرض میکنه از یه گویمی، بعدن بارون نمیاد تا روز آخر و خورشید به خاطرش میسته تا بارون میاد و چاهای طرف پر میشه. او بن کلبا ساووا، ثروتمند دوم، برادر زن روی کیوا، او بن سیتسی تکست، اینم ثروتمند سوم. نقدیمون بن گوریان شناق دالو خما و عبورو که خورشید به خاطرش ایستاد. بن کلبا ساووا، پسر کلبا ساووا، شکل هنیخنس لبتو که شهو رائب که کلب، هر شخصی که وارد خونش میشد گرسنه مثل سگ، یوتسه که شهو ساوه اسیر میومد از خونه بیرون. بن سیسی تکست، چرا اسمش خونده شده بن سیسی تکست، شه هایتا سیسیتو نیگررت الگبه کساتوت، که گوشه های لباسش کشیده می شده روی متکا. خط نهم کوچک رشی میگه شلو هایا محلخ الا الگوه ملت، فقط رو ملت ابریشم های درجه یک راه می رفته. ایک آدمری و بعضی میگن شهایتا کسوتو موتلت بن گدوله رومی، کرسی او قرار گرفته بوده بین بزرگان رومی. رشی بعدی میگه بن سیسیت شما، اسمش بن سیسیت بوده، ولما نقرا شما حکست، چرا حکست خونده شده؟ شایتا کسوتا منظور کیسه شلو کرسیش، موتلت بن گدوله رومی قرار داشته بین بزرگان رومی، که شاهی هلخ به رومی لحقویل پن قیصر وقتی که میرفته قیصر رو ببینه. خدا مر لهو، از این سه نفر یکیشون میگه انا زینا لهو به خیطه به سره، من میتونم ساکنان یروشلیم رو با گندم و جو روزی بدم. اینا چون میدونستن که قرار یروشلیم محاصره بشه، از قبل اینها رو ذخیره کرده بودن. به خدا ملهو، به یکیشون میگه بده خمرا او بده میلخا او به میشخا، من میتونم ساکنان یروشلیم رو با شراب و نمک و روغن براشون مهیا بکنم. به خدام لهو بده سیوه، یکیش گفت من میتونم هیزم براشون فراهم بکنم. و شی بخو ربانان بده سیوه. و خخامیم این شخصی که آینده نگر بوده و چوب ذخیره کرده رو مدهشو میگن. دروخیستا کل اقلیده هبه ما سر لشمه، تموم کلیدها رو به دست خدمتکارش میسپرده بر میده سیوه، بجز کلید انبار هیزم. دام رفخیستا میفهمید رفخیستا اخله باده خیته با شیتین اخله بده سیوه، یه انبار گندم که بخوان بپزن و بخورن احتیاج داره به 60 تا انبار هیزم. هولهو لمیزن اسریم و خد شتا، این سه نفر میتونستن برای 21 سال تموم ساکنان یروشلیم رو روزی بدن. هوه به هو هنی هو بیریانه، بینشون بوده، بین اسرائیل ها این بیریانی ها، این بیرونی ها، که رشی میگه اناشیم رقیم اشخاص توخالی او پخزیم لمیلخاما، که دوست داشتن سریع بپرن و جنگ بکنن، بینشون این بیریانی ها بوده. امرو لهو ربانان، خخامیم به این بیریانی ها میگن نفوق و نعوید شلاما به هدیهو، بیا بریم با اینها صلح بکنیم که یروشلیم رو به اونها بدیم، خون کسی ریخته نشه، جایی سوخته نشه. لو شفقینهو، این بیریانی ها اجازه نمیدن، از داخل محاصره کرده بودن، نمیذاشتن کسی بره بیرون. امرولهو، بیریانی ها میان میگن نپوق و نعوید قرا و به هدیهو، بریم و با اینها بجنگیم. امرولهو ربانان، خخامیم به بیریانی میگن لو میستای آمیل، تا موفق آمیز نخواهد بود. البته باید بدونیم که این بیریانی ها شمر میسوت بودن، همونطور که خواهیم دید در لوایای ربی یوحنان، ولی اینا میگفتن هقل قل یعقوب، ما تورا داریم، میتونیم بریم پیروز بشیم. خخامیم بهشون میگفتن نه، چون که لاشون هارا و سینت خینام بین شما هست موفق نخواهید بود. قامو قالین هو لهانی هو امبری دخیت و سعره، پا میشن بیرونیا و انبارهای گندم و جو رو میسوزونن. و هوا کفنا و قحطی میشه. مرتا بد بیتوس،
مارتا دختر بیتوس که اتیرتا دیروشالیم هوای که ثروتمند یروشالیم بوده شدرتا لیشلوخا و آمراله شالیخشو میفرسته بهش میگه زیل ای تیلی سمیدا برو آرد اعلا برام بخر بیار ادعازل ایز دبن تا میره آرد اعلا فروخته شده بوده آتا آمرله برمیگرده میگه سمیدا لیکا خیور تا ایکا میگه آرد اعلا دیگه نیست آرد سفید هست آمراله زیل ای تیلی میگه خب برو برام آرد سفید بیار ادعازل ایز دبن تا میره شالیخه فروخته شده بوده آتا وام الله بهش میگه خیور تا لیکا آرد سفید دیگه نیست گوش قرا ایکا نون سیاه و سبوس هست آمراله بهش میگه زیل ای تیله خب برو برم بیار ادعازل ایز دبن تا میره فروخته شده بوده آتا وام الله برمیگرده میگه گوش قرا لیکا این نون سیاه دیگه نیست قیم خواد سعر ایکا ولی آرد جو هست آمراله زیل ای تیلی میگه خب برو برم بیار ادعازل ایز دبن تا میره آرد جو هم فروخته شده بوده البته این داستان فقط به ما مقدار قحطی رو یاد نمیده بلکه دشمنی غلام نسبت به اربابش رو به ما یاد میده طرف میتونست خب با آرد سفیده رو به بیگر بیاره هوا شلیفا مسانا مرتا بت بیتوس داشته کفششو در می آورده آمرا اپق و اخزه ای مشکخنا می دیله بخل میگه پاشم برم ببینم آیا چیزی برای خوردن پیدا میکنم یعنی شالیخ که دیوونه است اتیو لا پرتا به کرعا به پاش می چسبه یک کثافت حیوان او متا و چون وسواسی بوده می میره قاری آله ربان یوحنان بن زکی روش ربان یوحنان بن زکی این نوه سرایی رو میخونه هارکا به خواب هانوگا زن حساس و ناز پرورده اشرلو نیستا کفرگلا که حتی پاشو روی زمین نمیذاره که به حساب این پاسوق رمزیه برای اتفاقی که رو مرتبت بیتوس افتاد ایکاد امری بعضی میگن گروگروت دربی صادق آخلا و ایتنیسا این مرتبت بیتوس انجیرهای ربی صادق رو خورد و به خاطر وسواس بودنش اومتا مرد داستان انجیرها چی بوده؟ درب صادق یاتی و اربعین شنین و تعنیتا رب صادق 40 سال تعنیت گرفته بوده دلول خراب یروشالیم که یروشالیم خراب نشه چون از 40 سال قبل از خراب یروشالیم علامت‌های خوربان شروع میشه به وقوع پیوستن و میفهمه رب صادق که بله یروشالیم میخواد خراب بشه که هوه آخیل میدی هوه میتخزه مابرای وقتی چیزی میخورده از بیرون از تو گلوش دیده میشده به خیهو باری و بعد از اینکه 40 سال تعنیتش تموم میشد و میخواستن شفاش بدن بعد از این تعنیت ها میتل گروگروت براش انجیر می آوردن ماییت میایهو می اومده آبشو مک می زده و شادیلهو و انجیره رو می داخته مرتبت بیتوس یکی از این انجیرها رو می خوره و چون بوی بد دهن رب صادق رفته بوده تو این انجیرها اینم خیلی نازک نارنجی بوده می افته و می میره کی هبقا نیخا نفشه وقتی که مرتبت بیتوس اولا می رفته اپیقتال خل دهوا و خسبا خارج میکنه تموم طلا و نقره هاشو شدیته به شوقا پرتاب میکنه تو خیابون آمرا میگه های لمی میبایلی این پول و نقره رو برای چی میخوام و های نودیختی بینی که پاسوق میفرماید کسپام بخودسوت یشلیخو پول و ثروتشونو میندازن بیرون اینجا بوی بد دهن رب صادق موجب مرگ دختر بیتوس میشه چون در میان محاصره میخواسته بهترین رو برای خودش بهترین آرد رو بگیره در صورتی که رب صادق اومده بوده 40 سال تنیت گرفته بوده که یروشالیم خراب نشه میدا کنگت میدا این انجیرهای رب صادق موجب مرگ دختر این بیتوس میشه بشم بشم نسلی اختف نون و مودبت رو شروع کنیم از نون و مودالف
یازده خط از پایین عباسیقرا رش بریون دروشالاییم، عباسیقرا رئیس بریونی های یروشالاییم بر اخاته دربان یوخانان بن زکی هبه، پسر خواهر ربان یوخانان بن زکی بوده. شالخله ربان یوخانان برش میفرسه ساتا به سین آ دیگه با یواشکی بیا پیش من، چون اگه جلوی بیرونیا می اومد شاید بیرونیا می زدن می کشتنش. آتا یواشکی میاد آمرله بهش ربی یوخانان میگه ادماتی اوید توهاخی، شما تا کی میخواید اینطوری بیاید از داخل یروشالایم رو محاصره بکنید، اجازه ندید هیچکی بره بیرون با رومیا صلح بکنه. و قتلی تو لیل آلما به خفنا، شما موجب میشید که همه اینجا تو گرسنگی از قحطی بمیرن. آمله می اعبید، گفت عباسیقا خب میخواید چکار بکنم؟ دعی امین لهو میدی، اگه من به این بیرون یا حرفی بزنم قاتلولی میزنن منو میکشن. آمله خزیلی تقن تال دیدید اپق، ربی یوخانان بهش میگه یه راهی پیدا بکن که منو بتونی از شهر خارج کنی. افشار دهه و حدسالا پورتا، امکانش هست که یه نجات کوچکی حداقل اینجا به دست بیاریم. آمله عباسیقا بهش میگه نقط نفشاخ بیقصیره، خودتو بزن به مریضی، یعنی مریضی پای مرگ، و لیت کل علما و لی شیلو باخ، و همه بیان از تو احوال پرسی بکنن. و عیت میدی سریا و اگن گباخ، و یه چیزی بوگند مثل نبلا بیار کنار تختت بنداز، و لم رو دناخ نفشاخ. و ملت میگن بله این ربی یوخانان دیگه فوت کرد و بوگندش هم میاد. ولی ایلو باخ تلمیداخ، و شاگردات بیان و تو رو بلند بکنن ببرن خارج از یروشالایم دفن بکنن، چون کسی رو نمیتونستن تو یروشالایم دفن بکنن. ولو لئول باخ اینیش آخرینا، و شخصی دیگه ای تو رو حمل نکنه. دلو لیرگیشان باخ دقالیل ات، که کسی احساس نکنه که تو اینجا سبکتری. ده این هوید عید خیا قالیل میمیتا، چون بیریونی ها هم میدونن که آدم زنده سبکتر تا آدم مرده. آورد هاخی، ربی یوخانان بن زکه همین کارو میکنه. نیخنس با ربی الیزر میسد خاد و ربی یوشوع میسد خاد، دو تا شاگرداش ربی الیزر از این طرف و ربی یوشوع از اون طرف مسئول میشن که تختشو ببرن خارج از شهر. کیما طول پیتخا، وقتی که میرسن به دروازه با اول میدقره، میخواستن با نیزه بزنن سوراخ بکنن ربی یوخانان رو، مطمئن بشن که مرده. آملهو عباسیق را بهشون میگه یمرو ربان داغرو، نه 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 این کار درستی نیست. ملت میگن رابشون اینا سوراخ میکنن. با او لمید خفه، میخواستن بیان یکم فشارش بدن ببینن آیا داد میزنه یا نه. آملهو عباسیق را بهشون میگه نه، این رومیا میان میگن یمرو ربان داخفو، رابشون اینا هل میدن. پادخول بابا، دروازه رو باز میکنن بیریونیا، نافق و ربی یوخانان رو تخت به این طریق خارج میشه. کیما تلهاتام، وقتی میرسه اونجا پیش اسپاسیانوس، آمر شلاما الاخ ملکا، و اسپاسیانوس میگه شالوم بر تو پادشاه، شلاما الاخ ملکا، شالوم بر تو پادشاه. آمله اسپاسیانوس میگه میخیوت تریق تالا، تو خیاف میتا هستی دوبار. خدا دلا و ملکانا، اولا که من پادشاه نیستم، و قاقار ایتلی ملکا، و تو منو پادشاه خوندی، این خاریه به پادشاه. و تو این ملکانا دوبار من، اگه من پادشاه هستم ادها ایدنا امیلو آتیت لگبای، فعلان چرا نایمدی پیش من؟ آمرله ربی یوخانان بهش میگه دقا امرت لاو ملکانا، این که گفتی من پادشاه نیستم، ای برا ملکات دفنون و مدبت، حقیقتا تو پادشاه خواهی شد به زودی. دی لاو ملکات، چون اگه پادشاه نباشی لو میم سرا یروشالایم به یاداخ، یروشالایم به دست تو سپرده نخواهد شد. دیختیو و لوانون به عدیر ییپول، لوانون میدونیم به تمیق داشت لوانون خونده شده به خاطری که خطاهای اسرائیل رو لوان سفید میکنه،
توسط شخص قدرتمند میفته و این ادیر الا ملخ، و شخص قدرتمند یعنی پادشاه دیختیم و هایا ادیرو میمنو و گمر، که تو این پاسوق ادیر یعنی پادشاه و این لبانون الا به تعمیق داشت و لبانون هم یعنی به تعمیق داشت شنمر هاهار حتی وزه و لبانون تفیلای مشربنو که مخواست بره به تعمیق داشت و ببینه. پس اگه قراره یروشلایم توسط یه شخص قدرتمند منظور پادشاه بیفته، تو پادشاه خواهی شد. او دقا امرت ای ملک انا، و این که گفتی اگه من پادشاه بودم امی لقاعتی تلگبی اد ها ایدنا، چلا تا الان پیش من نیمدی، بیریون اید ایتبان لو شفغینان، این بیریونی هایی که در بین ما هستن اجازه نمیدن کسی خارج بشه. عمله از فسیانوس به رب یاخانان میگه ایلو خوابید شل دوش او دراغون کاروخ آله ها، اگه تو یه خمره اصل داری و یه ماری اومده دور این خمره پیچیده، لو هایو شورین ات خوابید بیشویل دراغون، آیا اینجا خمره رو نمیشکنیم به خاطر این ماره؟ که مرشو توضیح میده میگه اصل یکی از مایعاتی که اگه آشکار بمونه ما نمی نوشیمش به خاطری که ممکنه مار نیشش رو توش قرار بده. اینجا که یه خمره عسل داریم دورش مار پیچیده، اگه بخوایم در خمره رو باز بکنیم ممکنه ماره بیاد سمش رو بکنه تو، چیکار میکنیم؟ میزنیم ماره رو میکشیم، حتی اگه ممکنه اینجا خمره شکسته بشه، و به این طریق یه مقدار عسل به دست میاریم. شما هم به ربیع خانان داره میگه اگه میخواستید یروشالایمو به دست من بسپرید، میومدید دیوار یروشالایم آتیش میزدید، بیریونیا رو میکشتید، یعنی ماره رو، بیریونیا رو، و یروشالایم اصلها رو تحویل من میدادید. ایشتیق اینجا ربیع خانان سکوت میکنه. قاری آله ربیع یوسف و ایتما ربیع قیوا، ربیع یوسف و بعضی میگن ربیع قیوا، روش میخونه مشیب خخامیم آخر، حقودش بارخو جواب خخامیم رو بر میگردونه و دعتام یه سکل و موجب میشه که احمقانه فکر بکنن، جواب نداشته باشن بدن. ایبای للمه ای مرله، باید دود ربیع خانان بهش بگه به اسپاسیانوس شقلینان سواتا، بهترین کار اینه که یه گازنبر بگیرن و شقلینان لل دراغون و بیان این ماره رو با گازنبر بگیرن و قتلینان له، و ماره رو بزنن بکشن و خاوی تا شفقینان له، و این خمره اصله کامل باقی میمونه. یعنی ما دنبال راه بودیم که از دست این بریونیان نجات پیدا بکنیم، از دست این ماره، و یروشالایم رو کامل تحویل تو بدیم. باید بود اینطوری جواب بده. ادهاخی آتی پریسقتا آله، در همین حین و بین یه فرستندهی خبر آوری میاد و مرومی از روم آمرله میگه به اسپاسیانوس قوم دمیتل قیصر، پاشو که قیصر مرده و آمری هانی هو خشی ویده رومی و مهمهای روم گفتن ده اوتیواخ بریشا، که تو رو میخوان قرار بدن سر، تو میشی پادشاه. هوه مسیم خدم سانه، یکی از کفششو پاش کرده بوده به آل میسیا مال آخرین، هم میخواستم اینکه کفششو پاش کنه لو ایل پاش نمیرفته تو، با آل میش لفعل ایداخ میاد اونی که کفشار در بیاره لو نفق کفشم در نمیومده. آمر مای های به ربیع خانه میگه این چیه دیگه؟ آمله لو تیت تعر، میگه ناراحت نباش، شمو آتوا ات یا لاخ، تو یه خبر خوبی شنیدی دیفتیب شمو آتوا تشدن آتسم، خبر خوب موجب میشه که استخون باد بکنه، به خاطر اینه که کفش تو پات نمیره و اینکه هم در نمیاد. الامای تقنته از پاسیرونیس میگه خب باید چیکار بکنن؟ لیت اینیش دلو میت و دعتاخ مینه، یه کسی که ازش خوشت نمیاد و بیار و لیخ لیف قماخ و از جلوی تو عبور بکنه، حال تو یکم بگیره، دیختی و روخ نخعا تیبش کارم، وقتی که آدم یکم حالش گرفته بشه استخون خشک میشه و کوچیک میشه. آورد هاخی همین کارو میکنه اسپاسیانوس، عیل اون یکی که کفشه پاش میره. آمرله اسپاسیانوس داره بیا خانان میگه اوم آخر دخک می تو کوله های، اگه شما اینقدر عاقل هستید ادها ایدنا امیلو اتی تو
لگبای، تا الان چرا نیومده بودی پیش من؟ عمله ولو امری لاخ، مگه بهت نگفتم؟ گفتم بریونیا نمیذاشتن. عمله انا نامی امری لاخ، منم بهت گفتم باید رو چی کار میکردی. عمله مزل آزیلنا، اسپاسیونوس میگه من دارم میرم روم پادشاه بشم و اینیش آخرینا مشدرنا، یه شخص دیگه ای رو میفرستم که بیاد یروشالیمو تسخیر بکنه. الا با ایمینه میدید اتن لاخ، از من تقاضایی بکن که بهت بدم. عمله رب یوحنان میگه تن لی یونه و خخامه ها، به من یونه رو و خخامیمشو بده، یونه رو خراب نکن، خخامیمشو نکش و شوشیل تا در ربان گملیل، همینطور خانواده ربان گملیل که ناسی بوده که ملخوت به داوید ادامه پیدا بکنه. و اسواتا در مسیان لیل ربی صادق و دکترهایی که ربی صادق رو شفا بدن. من این سه تا چیز رو میخوام. رب صادق یادمون نره 40 سال تنید گرفته بود و اسرائیل ها میدونستن که به زخوتش لازم دارن. قاری آله رب یوسف و ایتی ما ربی عقیبا، اینجا رب یوسف یا ربی عقیبا این پاسوق رو میگه، مشیب خخامیم آخر و دعتام یه سکل، حقادش بارخو بر میگردونه جواب خخامیم رو و موجه میشه که احمقانه فکر بکنن. ایبا علمه مرله، باید میبود اینجا ربی آخانان بس بس یانوس بگه لیش بقین هو خدازیمنا، این یه بار حالا ما رو ببخش، بلکن یروشالایم رو خراب نکن. و هوس آور ربی آخانان چرا این تقاضا رو نکرد؟ ساور گفت دیل ما کوله های لو آوی، چاید اسفاسیانوس این تقاضاشو انجام نده و حد سالا پور تا نامی لوهوه و اون حد اقل نجات یبنه و خخامیمشم از دست بده، به خاطر همین تقاضا نکرد که یروشالایم رو به تمیق داشت خراب نشه. اسواتا دمسیان لر ربی صادق، دکترهایی که اومدن رب صادق رو شفا دادن، مهی جریانش چیه؟ یوم قما اشقیو ها میاد پاره، روز اول اومدن آبی دادن که درش سبوس خیسونده شده. لماخار رب صادق 40 سال تنیت گرفته بوده، باید معدش رو یکم عادت بدن به غذا یواش یواش. لماخار میا دسی پوغا، فردا بهش آبی میدن که یک کم درش آرد حل شده. لماخار روز بعد میا دقیمخا، یک کم بیشتر آرد با آب اضافه میکنن بهش میدن. عدد را وخ مئه پورتا پورتا، تا اینکه معدهش کم کم یکم باز بشه و بتونه غذا بخوره. آزل شدرل سیتیتوس، میره از پاسیانوس و کی میفرسته؟ تیتوس رو میفرسته. و آمر پاسوق میفهمید الوهم و سور خاسایو بو، که البته این پاسوق برمیگرده رو هشم، به اسرائیل میگه کجای اون خدایان دیگه که اسرائیل رفتن بهش اعتماد بستن. اینجا حالا پاسوق گماره داراش میکنه که گویم ها میگن خدای اسرائیل ها کیویاخل کجاست، اون قدرتی که اسرائیل بهش اطمینان کرده بودن. ز تیتو ساراشا، این برمیگرده رو تیتو ساراشا، شخرف و گیدف کلفه ملا، که اومد توهین کرد و بی احترامی کرد نسبت به قدوش بارخو. معاسا چیکار کرد؟ تافس زونا به یادو، یه زن بدکاره رو به زور گرفت، حتی زن بدکاره هم باید به زور اینجا گرفته بشه. به نیخنس لبت قدش قداشیم و اووردش تو قدش قداشیم و هیتسی از سفر تورا پهن کرد و آور آله ها اورا رو سفر تورا تو قدش قداشیم با زن بدکاره خطا کرد. و ناتل سعیف و گیدر اتا پاروخت، یه شمشیر گرفت زد تو پاروخت و نعستان نس و معجزه شد و هایادام موتوت و یوتسه و جریان خون فوران خارج میشد. او که ساور هارگت عتمو، اینجا تیتوس فکر میکنه که کیویاخول هشمو زده کشته. البته حقادش بارخو اینجا داشت علامت میداد که براش سخته به تمیقداشو خراب بکنه. تیتوس فکر کرد که زده کشته. شنعمر شا اگو سررخا به قره و معدخا، قرش میکنن دشمنان تو در میان به تمیقداش. سامو اوتوتام اوتوت، اون علامت هایی که معنی دیگه میده رو
برای خودشون علامت میکنن. ابا خانان و ربا خانان میفهمید میخوام و خواه خواستین یا کیه قوی و محکم مثل تو عقدش بارو خو میخوام و خواه خواستین و قاشه شتا شمه نی اوتو و گیدو فوشل اوتو راشا کیه قوی و محکم مثل تو عقدش بارو خو که بشنوه توهین های این شخص شریر راشا تیتوس رو و شتق و سکوت بکنه. وقتی تو لخش میگیم گیبور ایزهو گیبور حکوش تیترو حقادش باروخوی که جلوی خودشو میگیره، این بابایی که داره لاشون ها را میگه کفر میگه نمیزنه زبونشو ببره همونجا لاش زمینش بکنه، نه صبور حقادش باروخو گیبور کوش تیتروه. دبی ربی اشمایل تانا تو بد میدرش ربی اشمایل یاد دادن میخوام مخا با ایلیم هشم کیه بزرگ مثل تو عقدش بارخو میخا مخا با ایلمیم کیه بزرگتر عقدش بارخو از تو بین لالها، به منظور توهین های این تیتوس رو بشنبه و سکوت بکنه. می آسا چیکار میکنه تیتوس؟ ناتل ات پاروخت پاروخت رو میگیره و اصا او کمین گرگوتنی مثل یه صافی قرارش میده و هوی کل کلیم شه و میقداش تموم ظروف به تمیقداش رو میاره و هینی خان با هن و قرارش میده توی پاروخت و هوشیوان بیسفینا قرارش میده تو کشتی لیلخ لیشتبه یخ به ایرو که بره تو شهر خودش بگه بله نگاه کنید من پیروز شدم تموم ظروف به تمیقداش هم آوردم. شنمر اوخن رائیتی رشائیم قبوریم دیدم اشخاصی که شایسته می بود اینا قبر بشن. اووا او اومیم قوم قدوش یهله خوب آمدن تو محل مقدس بیان به تمیقداش رو از بین ببرن. و ایشتک خوب ایر اشرکن آسو ولی در آخر اینا فراموش میشن تو یروشالایم تو شهری که خواستن بلابند بیارن. ال تیقره قبوریم الا قبوتیم نخون قبر شده ها بلکه بخون اینایی که جمع شدن. ال تیقره ویش تک خو نخون اونایی که فراموش خواهند شد الا ویش تب خو اونایی که مده میکنن، یعنی پاسخو بخون که تیتوس اومده برداشته ظروف به تمیقداش رو جمع کرده برده تو شهر خودش مده خودشو بگه. ای کاد امری و بعضی میگن قبوری مماش این پاسخ یعنی قبر شده ها. دفیلو میلید میتمران ایگل یا لهون حتی گنجینه های پنهانی آشکار شد براشون که اینا رو بردارن به خودشون ببرن. آمد آلاو نخشول شبیام لطوو یک باد دریایی اومد میخواست این تیتوس رو غرق بکنه. آمر کیم دومه انی شه الوه هم شه الو انگه براتو الا و یام گفت تیتوس به نظر من میرسه که خدای این اسرائیل ها فقط قدرتش توی دریاست با پر او تی به او بیام پر اومد بر زد اسرائیل تو آب غرقش کرد با سیسرا تی به او بمیم سیسرا اومد بر زد اسرائیل غرق شد تو نخل قیشون افهو اومد آلی لطو اینی به مییم حالا هم اومده میخواد منو تو آب غرق بکنه. این گیبار هو اگه قدرتمنده یعله لیباشا و یعسه ایمی میلخاما بیا تو خشکی با من بجنگه. یاد ستا بد قول یه صدای آسمانی اومد و امرالو بهش گفت تیتوس راشا بن راشا بن بنوشل اصاف ها راشا راشا پسر راشا از جد اصاف ها راشا بیریا قلایش لی به علامی من یک موجود خیلی سبک وزنی دارم تو دنیا و یتوش شما اسمش هست پشه اما ای قاریده بریا قلا چرا خونده شده یک جونور سبک دمعلانا ایتله چون وارد میکنه او مپقانا لیتلا ولی خارج نمیکنه. علی لیا باشا و تعسه ایماه میلخاما بیا تو خشکی باش به جنگ. آلا لیباشا تیتوس میاد تو خشکی با یتوش و نیخنس به ختمو یک پشه میاد از بینیش وارد میشه و نیقر به مخوشه و شانیم هی تو مغزش میکوبیده برای 7 سال. یوم آخد حوقا خالیف ابابا دوی نپاخا یک روز داشته تیتوس رد میشده از
جلوی مغازه آهنگری، شام اقل ارزفتا، صدای این وسیله آهنگری چکش آهنگر رو میشنوه، ایشتیق، این پشه تو مغزش ساکت میشه. آمر ایکا تقنتا، تیتوس میگه به به اینجا یه ریاه چاره ای هست که این پشه رو ساکت کنن. کل یوما میتون نفاخا اوما خوغمه، هر روز یه آهنگری میوورده که جلوش بکوبه. لنخری یا هیوله اربع زوزه، اگه این آهنگره غیر اسرائیل بوده بهش 4 زوز میداده. لیسرائیل، اگه آهنگر اسرائیل بوده عمل بهش میگفته میستیاخ دقاخازیت به سن آخ، این کافیته که تو دشمن تو تو این موقعیت میبینی پول بهش نمیداده. عد تلاتین یوم این آوید هاخی، تا 30 روز این کارو میکنه. میکان و الخ، بعد از این کیوانده داش داش، بعد از این که دیگه پشه عادت میکنه دیگه اهمیت به صدای آهنگرم نمیداده. تنیا ما تو برای تا خوندیم، ما برای بی پین خاص بین اروا انی هایی تیبن گدوله رومی، من بودم بین بزرگان سران رومی. او کشمت پاتس او ات مخو، وقتی که تیتوس میمیره میان مغزشو باز میکنن، اومات او با که تی پر درور پیدا میکنن تو مغزش مثل یه پرنده آزاد. میشقل شنه سلاین به وزن 2 تا سلع، به متنی تا تانا ما تو برایتا خوندیم که گزال بن شانا، به اندازه یک کبوتر یک ساله. میشقل شنه لیترین، به وزن 2 لیتر. آمر ابای نقطینان، میفهمید ابای ما مصورا داریم، پیو شل نخوشت و تی پرناب شل بلزل، که دهن این پشه مسی بوده و ناخوناش از آهن. کیه وقا میت، وقتی که داشته تیتوس میمرده، آمر لهو میاد بهشون میگه قیل قلویا لهو گورا، اون شخص منظور من رو بیاد و بسوزونید. اول بدری لقیت می اشف یمه، و خاکسترشو پخش بکنید به 7 اقیانوس ها. دلو لشکخه اله دیهودائه و لغمه به دینا، که خدا اسرائیل ها پیداش نکنه و به ایستونتش به دین. اون قلوس بر قلونی قوس بر اخاته د تیتوس، پسر خواهر تیتوس بوده، هوابا ال ایگیوره، میخواسته بیاد گر بشه. آزل اسقل تیتوس بینگیدا، میاد بالا میاره روح تیتوس رو با جادو. آمله بهش میگه من خاشیب به هو آلما، تو اون دنیا کی مهمه؟ آمله اسرائیل، تیتوس میگه اسرائیل ها مهمن. محول ایدبوغ به هو، نظرت چیه در این مورد که بیاد آدم خودشو به اونها متصل بکنه گر بشه؟ آمله تیتوس میگه میلی هو نفیشین، گفته هاشون زیاده، فرامینشون زیاده، میزبوتشون زیاده، ولو ما تیت لقیومین هو، و تو نمیتونی اونها رو پا بر جا کنی. زیل ایگاره به هو به هو آلما، برو تو همون دنیا با اینها بجنگ، و هویت ریشا، و سر خواهی شد رهبر میشی. دیختیم هایوت ساره حال روش، اونایی که دشمنی میکنن با اسرائیل ها سر میشن. کل همه سر لیسرائیل نعسه روش، هر کسی که بیاد با اسرائیل به جنگه سر میشه، به دو دلیل. وقتی اقدش باروخو میخواد شالیخ بفرسته که اسرائیل رو مجازات بکنه، اول اونها رو سر میکنه که برای اسرائیل خاری نباشه توسط یه آدم پست مجازات بشن. دومن اگه توسط این طرف اسرائیل تشوبا میکنن باید طرف مزد بگیره. اقدش باروخو میاد رئیسش میکنه و بالا میبرتش. آمر لبش میگه دینه دههو گبرا به معی، تو رو چجوری قضاوت میکنن؟ آمر لبش تیتوس میگه نونزه اینم و دالف به مید پاسی غنفشه، چیزی که سر خودم رو بردم. کل یوما مخنشه ایله لقیتمه، هر روز میان جمع میکنن خاکسترشو و دینله و قضافتش میکنن و قالوله، بعد میسوزونن اومه ودرو اشو یمه، و پخشش میکنن تو 7 اقیانوس ها.